سلام خوش به اپیزود اول سایفر پلیلیست سایفر پلیلیست برنامه یه که هر هفته پنج شنبه ساعت 6 عصر از پیج من از کانال من توی پلتفرم‌های یوتیوب اینستاگرام و آپارات پخش میشه و توش من و نیما آهنگایی آهنگایی که توی هفته گوش دادیم و ازش خوشمون اومده رو معرفی میکنیم و دربارش یه خورده توضیح میدیم خب به اصل موضوع <تصفح> <تصفح> خب رفتیم سراغ اصل مطلب تقسیم بندی این برنامه یعنی برنامه سایپر پل... برنامه پلیلیست پل... اینجوری خواهد بود که اول فرشاد سه تا ده موزیکی که تو این هفته گوش داده و دوست داشته رو پشت سر هم ردیف میکنه دونه دونه به بررسیشون میپردازه اسم موزیک اول میگه اسم آرتیست رو میگه میگه که چجوری برخورد به اون موزیک و میگه دلیل که دلیل دلیل اصلی که از اون موزیک خوشش اومده و داره توی این پادکست به بررسیش میپردازه چی بوده و بعد از اینکه موزیکای فرشا تموم شد من شروع میکنم به بررسی موزیکام و دو نفر نظرمون رو در مورد موزیکایی که انتخاب کردیم بیان میکنیم و لینک هر کدوم از موزیکایی که در موردش صحبت میکنیم اگه تو یوتیوب داریم میبینین توی دیسکریپشن خواهد بود اگه توی تلگرام دارین میبینید توی کانال سایفر پلیلیست که الان بالا سر من آدرسش زده شده خواهد بود و اگه توی آپارات دارین میبینید توی دیسکریپشن لینک ها وجود خواهد داشت و میتونین توی کانال تلگرام هم موزیک هایی که در موردش صحبت میکنیم رو گوش کنید بهشون جمله غلط بود ولی اوکی سعی میکنیم این پادکست خلاصهتر و کوتاهتر از پادکست های دیگه ای که ضبط میکنیم باشه تا بتونیم تو پلتفرم آی ورژن کاملش رو قرار بدیم اگه من نکنم فکر کنم برسیم خب دیگه اشی نمیرم فرشاد میره سراغ اولی موزیک که این هفته میخواد صحبت کنه برو خب اولی موزیک که میخوام معرفی کنم پنینی لیناس اکس توی ترندینگ یوتیوب دیدمش اولین باری که دیدمش و خیلی باحال بود که همون لحظه که دیدم فکر کنم توی رتبه چهار ترندینگ یوتیوب بود توی پنج پنجمیش فکر کنم ریمیکسش بود که دابیبی ریمیکسش کرده بود کلیپ اصلی و ریمیکسش همزمان اومد نمیدونم ولی خب خیلی رتبهشون یکی دو تا فاصله داشت یعنی واسه هم جالب بود که یه اسم پنینی دیدم یعنی دو تا اسم پنینی دیدم خیلی بود لیلا سکس بعد از اون آهنگ اولتام رودش که زد ترکون فکر کنم 13 14 هفته تو رتبه یک بیلبورد بود خب من خیلی دوست داشتم ببینم در ادامه چی پیش میاد واسش آیا فرود داره یا یعنی اینکه میتونه معروف بمونه کارهای خوب داشته باشه که یا آهنگ بعد دل... اولتان رود داد به اسم رودئو فکر کنم با کار دیبی که خب من خیلی دوست داشتم ولی این یکی آنگش پنینیو خیلی حال کردم باشه خیلی با حاله که متنش هم اتفاقا راجبه راجبه همین معروف شدنشه راجبه اینه که وقتی معروف شدم کلی فن وز... دورم جمع شد ولی من دلم اون فنایی رو میخواد که وقتی معروف نبودم دورم بودن که بیشتر منو حس میکردم یه همچین معنی داره اون <ifi language> <dog> خور اصلی که <tun> <kitle> داشته رو صحبت میکنم لیل ناس اکس از اینکه معروف شه. تقریبا بود 20000 یا 30000 تا فالوور داشت توی یوتیوب و این آهنگایی که میداد اصلا شنیده نمیشد یعنی نه آرتست وریفای شده بود نه تو اسپاتیفای بود نه تو ساوند کلاود بود فقط تو یوتیوب صرفا آپلود میکرد دوستاش و فنای کمی که داشت و اصولا فنایی بودن که توی همون شهری که لیل زندگی میکرد زندگی میکردن گوش کنن باش تو مهمونی حال میکردن این داستان ولی بعد از اون انفجاری که به وجود اومد با اولد تاون رود دیدیم که لیناس نتونست کنترل بکنه اون فن بیس بزرگ رو و یه سری مشکلات واسه پیش اومد دیدیم که یه بریک, داون روحی روانی داشت و بعد از جمع کردن اون داون روحی روانی خودش پنینیو داد بیرون ادامه ده. آره همین دیگه خلاصه که گوش کنید پنینیو من خیلی دوست دارم سب که جینا و امیدوارم لذت ببرید موزیک بعدی ADHD لوکاسه تو پیج اینستاگرامش دیدمش پستش رو بعد گوش دادم جونیا لوکاس تو من یعنی رپریه که من به خاطر فلوش خیلی دوستش دارم یعنی خیلی که دوستش ندارم خوشم میاد ازش تو این آهنگم خب فلوی جالبی داره و قسمت جالب موزیک لیریکش بازم ADHD که اسم آهنگ و توی آهنگ کل کلا موضوع آهنگ ADHD یه اختلال یه ناهنجاری بیش فعالی ناشی از عدم توجه که میاد توی این آهنگ یه جوری توضیح میده که چجوری از بچگی رنج میبرده یعنی توی بچگی رنج میبرده از این اختلال و چجوری دست و پنجه کرده باشه چه چجوری کنار گذاشتش و چه به اینجا رسیده و اینا خلاصه خیلی باحال دیدیکش و بازم میگم اون فلوش رو من خیلی دوست دارم توی این آهنگ اه گوش دادی تو آهنگ. من نه جوینر گوش نمیدم کلان زیاد جوینر از موقعی که با امینم فیت داده اصلا نیستم اشاره اه. آره کلا امینه و کسانی که با آره امینه و دوروبری هاشو نیستم خب موزیک بعدی نیبر جوسی جی و تراویس اسکات این موزیک نسبتا قدیمی مال 2018 ولی من تازه شنیدمش توی هفته گذاشته شنیدم ولی که منم نشیدمش یه بار واسه پلی کردم پلی کردی آره فوک 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 آه, آه, آه. یه تیکش گذاشتی واسه آره یه تیکش این آهنگ نه لیریک خاصیه، ترپه دیگه ترپ موضوعش هم راجع به اینه که مثلا من فلان دراگو میزنم فلان دراگو این خوب نیست اشغال کنیم فلان و اینا موزیکش این تکسش اینجوریه ولی خب وایبش خیلی خیلی انرژی داره موزیکش توی ماشین خیلی حال میده گوش دادنش و اینکه همین دیگه خیلی باله من جوسی جی هم خیلی دوست دارم لازم بعد اسکاد هم خیلی دوست ندارم ولی توی این آهنگ که خون جدیدن داره خوشم میاد بعد از این آهنگ انگار نظرم عوض شد آهنگ مال جوسی جی یا مال ترویس اسکاته مال جوسی جی مال جوسی جی ترویس خیلی باحاله خیلی رابطه باحاله ترویس الان خیلی معروف تر از جوسی جی آره خیلی ولی به خاطر اون فاز اوجی بودنی که جوسی جی توی هیوستن داره و ترویس هم هیوستن هم همون میدونیم آها آه توی یه آره توی, شهر. توی اون ش... یعنی اون موقعی که ترویس اسکات داشت بزرگ میشد جوسی جی خدای اون شهر بود اینجوری آهانا. و هنوز هم که هنوزه اینجوریه که تریس اسکات جوسی جی هر چی بخواد انجام میده آره خیلی باحاله یه ویدیو توی یوتیوب از جوسی دیدم برایش گفتش که آره من بیت هورانیتو تو نمیدونم هورانیت یه آهنگ که نمیدونم کی خونده ولی خب خون مثل اینکه خیلی معروف شده من خوشم نمیاد یه بار گوش دادمش هورانه. گفت آره من بیت بیت رو بردم چه تریس گفتم بیا رو این بخونیم فلان معروف میشه آهنگش میتره بعد همون شب ضبط کردیم یعنی میخوام اینقدر رفیقم با آره گفت آره بردم بی تو همون شب ضبط کردیم ولی پخش شد یه ماه بعدش اورانیت اومد و ترگوند و اینا آره خیلی باحاله خیلی رفیق 50 سنت بود نه نه یه هربو آه جی هربو بود او جیچ آره جیربو جی آره آره دیگه بریم سراغ خب ستای من شروع میشه من واسه اپیزود اول به سه تا موزیک سه تا موزیک رو انتخاب کردم سه تا موزیک رو لیست کردم که نشون دهنده حال گذشته و آینده باشه واسه خودم واسه خودم و واسه بیننده که یه دیده بهترین نسبت به سلیقه من توی هیپ هاپ حداقل پیدا بکن واسه گذشته شروع میکنیم از گذشته میگفتی من از این کارا میکردم <تصفح> 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 از گذشته من بانبی رو انتخاب کردم بانبی کسیه که توی گروه که شروع به فعالیت توی هیپاپ کرد توی سال ازارون اواخر ازارون اول توی دهه 1990 سا ترکید معروف شد تو 2000 همچنان معروف بود ولی دیگه 2010 به بعد فاز اوجی بودن گرفت و یه مقدار فاصله گرفت ولی از 2005 به این سمت یو جی و بامبی دو از آرتिस्टای مورد علاقه منن و بامبی حدود دو هفته گذشت دو هفته پیش یه اون ای پی داد بیرون و توی ای پی یه ترکی بود به اسم ایتنت ain't easy being <applause> که توی ترک در مورد سابقهش در مورد گذشتش اینکه همه چیز تغییر کرده توی هیپ هاپ اینکه چقدر آدم فیک تو هیپ هاپ زیاد شده و در مورد این موضوع صحبت میکنه موضوعاتی که رپرای پیر در موردش صحبت میکنن و اینکه <applause> به نظر من اگه طرفدار هیپ هاپ جنوب آمریکا هستین هیپ هاپی که از Houston میاد بیرون اگه طرفدار جوسی جین اگه طرفدار کریس اسکاتی اگه طرفدار ترپین به این آهنگ بامبی گوش کنیم و ببینین که این آرتیست ها از کجا نشأت میگیرن از کجا خوراک دریافت میکنن پدر این آرتیست ها کی بوده در واقع مم. خب ببارد. این برای ترک اول بود بامبی با هم دیگه گوش دادیم فرشاد یه سری از نه من بامبی رو ازت شنیدم ولی خب گوش خودم گوش ندادم تا حالا این ترکش خیلی باحاله بعد از این هم گوش میکنیم واسه ترک دوم سراغ حال رفتم یه نفر که الان تقریبا معروف ترین و ترندینگ ترین آرتیستیه که توی بازار هیپ هاپ وجود،, وجود داره دا بی بی. که توی اپیزود بی بی بی. توی کانال فرشم در موردش صحبت خواهیم کرد و اینکه دا بی بی این هفته اولین سینگل ترک از آلبوم جدیدش کیک رو داد بیرون و به طرز عجیب غریبی اعلام کرد که کیک آخر این هفته میاد بیرون اول هفته آره اولین سینگل بیرون. رو داد بیرون آره و گفتش که جمعه آلبوم به صورت کامل میاد بیرون توی آهنگ اینترو یه فاز جدیدی از فعالیت موسیقیایی ترویس اسکات میگم دابیبی بی رو دیدیم دابیبی بی. دا بی بی خودشو خودش داره از اون روند سنتی ترپ جدا میکنه و یه مسیر جدیدی رو واسه خودش میسازه با این آلبوم و این ترک تو این ترک داره نشون میده که تنوع و استعدادهایی که داره توی اون قالب در مورد مواد مخدر موزیک خوندن فقط گنجیده نمیشه و تو این ترک نشون میده که احساساتش رو هم در قالب موسیقی میتونه بیان بکنه میتونه ترس هاش رو بیان بکنه میتونه استرس هاش رو بیان بکنه و میتونه مشکلاتی که توی این, مس... توی این مسیر شهرت واسش به وجود اومده رو توی قالب موسیقی به زیباترین حالت ممکن به ما ارائه بده بهتون توصیه میکنم حتما موزیک ویدئوی این ترک رو ببینید به نظر من که از قوی ترین ترک هایی که تا الان از بی اومده بیرون و همه منتقدها و همه کسایی که صاحب نظر تو این حوزه از این ترک خیلی خوششون اومده و به نظر من آلبوم که که این هفته از دابیبی میاد بیرون یه آلبومیه که ارزش گوش دادن رو داره اگه مم. یکی از ترک های رو رو گوش دادیم و خوشتون اومده حتما این آلبوم رو گوش کنید خب منم توصیه میکنم واقعا خیلی خوبه دابه بی... گفتی ترک مورد علاقت تو چی از دابه بی؟ دیوی سیتر سیتر؟ <تصفح> 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 آفسد تو چه؟ چقدر دوست داری؟ من خدایی حالا یه سی بگم یه فریستایل داشت تو فانک فلاکس. آره آره همه بیشتر دوست دارم جدی بگی؟ دیدی چه قصیصش خیلی خ... خفنه؟ خ... خیلی با حاله خیلی کوله کولترین آدم دنیاست. هست خیلی کانفیدنته cool cool خ... از... سن... آره <تصفح> <تصفح> اصلا <استانا> فور بگاس بقلش خیلی با حاله یه سی داشتی میگفتی راجبه کی؟ فیچر کی؟ آفست آفست خب این نظر نمیده آفست چیه کلن؟ آفست بعد از کلاود که با کاردی خوند من خوشم اومد خوشت من ازش تو قال میگوز و کلن دوست نداری نه بعد از بیبی سیتر و کلاود میگوز و نه واقعا میگوز و کلا نیستی ببین یه جوریه آره یه جوری هم ولی خب آفست رو جدیدا بعدم, بعدم برای ترک سومی که میخوام معرفی کنم سراغ یه آرتیستی رفتم که میدونم فرشادم خیلی دوست داره و به نظر من نمایانگر آینده هیپ هاپ و آرنبیه کلا نمایانگر آینده ای این مسیریه که در حال حاضر براک همپتون تایلر د و ایسپ روکی دارن پیش میگیرن دامینیک فایک کسیه که میخوام بهش اشاره کنم توی ترک سومم دامینیک فایک یه آرتیستیه که از دوست بودن با اعضای گروه براک همپتون که گروه هیپ هاپ که اولد سکول تقریبا کار میکنن به شهرت رسید توی کانال یوتیوب براک همپتون اولی بیرون آهنگای مثل تری و یه چند ترک از ایپیش و سه هفته الا یه ماه پیش اولین ای پی از این آرتیست اومد بیرون دامینیک فایک کسیه که جوون خیلی هنوز خیلی جوونه هنوز هیچ تجربه ای توی صنعت موسیقی نداره و تازه داره جای پاش رو توی آرنبی به جا میذاره ترک کینگ آف اوریسینگ ترک یکی از ای پی جدیدش میخوام به شما پیشنهاد بکنم و به نظر من یکی از بهترین ترک های آرنبیه که توی سال اخیر من شنیدم و شاید یه بخشی از علاقم به این ترک اینه که یه نمود موسیقیایی از زندگی خودمه در مورد یه در مورد اون بازه ای از زندگیه که به هیچ وجه از خونه بیرون نمیری یه مقدار افسرده ای همش تلاش داری که یه کاری انجام بدی ولی اون کار انجام نمیشه هی فشار داری میاری که به یه هدفی برسی ولی نزدیکتر نمیشی بهش و اگه تو سر خودت میزنی هیچ کاری هم انجام نمیشه این ترک نموده اون بازی زمانی از زندگی منه واسه همین خیلی دوستش دارم فرشاد فکر کنم ترک تری نایتز رو بیشتر دوست داره ولی این بود نظر من مورد دامنیک فایک، نظر تو چیه فرشاد؟ نظر من من فکر کنم پنج ترک از اون پی، فکر کنم هفته ترک ای پیش آره فکر کنم این شیشت و ترک من همون چهار پنج رو اولیشو شنیدم به نظر من همون تری نایتز از بود. یه سب که آره نمیدونم آرنبیه یا اینکه کانت ریگتون رگ میگه یه جوریه آره آلترناتیو خی... hey آره. دقیقا توی چارچوب قرار نده خودشو توی یه ترک آره. هم رپ میکنه هم رگه میخونه هم کانتری کار میکنه خوب آره. خوبه که به اون سمت داره پیش میره هیپ هاپ خوبه که آرتیست هایی توی هیپ هاپ داریم که دارن جریان اصلی هیپ هاپ رو به اون سمت پیش میبرن و به نظر من واقعا م. نیاز داره هیپ هاپ چنین چه نوآوری هایی نوآوری آره مثلا مثلا یکی از دلایلی که من لیل سیکس ایکس رو خیلی دوست دارم همینه م. اصلا سبکش اون کانتری و یه جوری وارد به هیپ هاپ که آدم خود کانتری نفهمیده چی شده, شده. آره. <تصفح> <تصفح> بعد آره. خوبی این خوبیه این تنوع اینه که باعث میشه یه نفر مثل من تو که فن هیپ هاپیم خسته نشه از این سبک فکر کن تا آخر عمرت فقط مثلا ناس میشنیدی فقط جیزی میشنیدی هفته اول هفته دوم خسته میشدی آره مگه میشه که من من مثلا هفتاد یکی ناس گوش کنم یه بچه‌ای که متولد 80 متولد 90 هم ناس گوش کنه نه آره با با اصلا منطقی نیست زمان عوض میشه آره منطقی نیست به سلیقه ما تغییر میکنه با گذر زمان حتی همون دقیقاً صدیقه ما هم تغییر میکنه آره... بعد لیلا سکس از بزرگترین جذابیتاش نترسی بودنشه به نظر من تو کی فکر میکرد که تو سال 2018 2019 یه آرتیستی که به این حد شهرت رسیده تو توییتر اعلام کنه که هم جنس یا گیه ای من ندیدم آره اصلا عجب... وای ندیدی تو یه ترک پنینی دابی فیت داده باش توی دومین بیت یا سومین بیتی که میگه میگه آی گرلز واسه اینکه مشکل بیشتر یاد که با لینا همه مسخره میگردن بی بیو یارو یارو فیت داره این که حل شد این کنار خب حالا بریم سراغ بس من گی نیستم خیلی دوی باله جوابه بیگه خیلی باله ولی چقدر راست میگی چقدر اصلا می چه اعتماد به نفسی میخواد این کار بعدش نمیدونی بعد توی توی یه جایی که گی بودن انقدر تو سرش زده میشه و انقدر چی میگن نکته منفی محسوب میشه مم. که یه سری آرتیست کل زندگیشون فرار کردن از اینکه بگن گین اعتراف کنن گین خیلی, خیلی اتفاق جالبیه مثلا تایلر دکیریتر ما هنوز نمیدونیم همجنسگراست یا نه مم. یعنی هنوز علامت سوال واسه اینکه هنوز جرئت نداره که واقعا گرایش جنسی رو بیان کنه البته تایلر یه مقدار داره به عنوان چجوری بگم تکنیک بازاریابی استفاده میکنه از این نقطه ابهامه تو بعضی ترک ها میگه من گیم وای فری فانک فلکس دیدی نه, نه،, نه،, نه. اونو پادکست تموم شد میریم سراغ فری فانک فلکسش بدنش میدم خنده جر میخوره <تص> بچه اگه شما ندیدین فری فانک فلکس تایلر رو دو هفته پیش اونم اونو برید حتما گوش کنید آره گی بازی در میاره میگه که مثلا من با فانگ فلیکس میخوایم بریم بیرون مخ پسر بزنیم ببریمش خونه فلان کنه آره هیچ چیز قرمز شده بعد داره پاره میشه خود تایلر از خنده خیلی ترول خب دیگه این بود اپیزود اول سایفر پلیلیست امیدوارم که هفته دیگه پنجشنبه چقدر صدام یهو شد امیدوارم که هفته دیگه پنجشنبه ساعت چند بود؟ شش شیش 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 ببینم اتون مصرف من خدا بسفر شد حرفی چیزی stay tuned نه دیگه نه با ما نگه. باشید همراه ما باشید امیدوارم لذت ببرید از هم ترکا هم این پادکست هفته دیگه میبینم بهتون گنگ